چه کسی باید این علل رو مشخص میکرد؟ خود شاه که نمیتونه بیاد بنشینه توی تلویزیون رادیو تاریخ درس بده. کسانی که درس میدادن به این سرزمین آدمایی مثل سعدی بودن، نمیدونم مولوی بخونید، دیوان نمیدونم گلستان و سعدی رو بخونید. هموطنان گرامی، هر جا که سخن از بیداد و بگیر و ببند و بکوب و بزن و نمیدونم غارت شاه شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اون وقت اگر سخن عدالت به وجود میاد، به میون میاد، هم مثلا گرامی، اگر سخن از نمیدونم کشورداری و سربلندی هست و افتخار، یکی از بزرگان و اهل سنیز حکایت کند زبن عبدالعزیز برده عزیز. و همتاهی ایران مشکل هست، هموطنان گرامی، بر جهان بخونید کتاب گلستان سعدی رو، بوستان سعدی رو. پادشاهان عجم ظلم کردن، نمیدونم همه رفتن، دهقان رفت و نمیدونم پادشاه ظالم رفت و سرزمین باقی ماند. علت این مسائل معلمانی مانند سعدی، هموطنان گرامی، جمهوری اسلامی پسر سعدی، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت از صفحه بقب در شما خوندم. من زمانی که دانش آموز بودم سر کلاس مدرسه اینو به همسرم میگفتم دیروز. معلم ما موقعی که این رو از روی کتاب برای ما خوند، ما حافظه خیلی خوب هم موقع شدیم. به شرف سوگند من دیگه این مطلب رو نخوندم، همونجا حفظ کردم. گفتم آقا مگه ما مردیم؟ یه بار دیگه میخونم، منت خدای را پوزش میخوام از وجل که اطاعتش، یعنی اطاعتش موجب نزدیکی هم غربت و به شکر اندرش مزید نعمت. اگه بگیم خدای شکر سلام، نعمتمون اضافه میشه. برای شما خوندم که رفیقان چه پاسخی داد به موبد. به موبد چنین گفت پیروز شاه که خواهش ز یزدان به اندازه ساخت. یزدان کاری به این کارا نداره، تو باید بکنی. تو هم نمیتونی یه دفعه چیز بی اندازه بخوای، که باید کار کنی، ذره ذره کنار هم بذاری. این خرد ملی هست، این فلسفه ملت ایران هموطنان گرامی. آگاه به این مطالب بوده ملت ایران. یه دفعه بیای بگی آقا به من بده همه چیزو، خدا خدا اصلا دنبال این کارا نیست، سرگرم مبارزه خودش هستن به تمام گرام. خدا از من میخواد، از من و شما میخواد که کنارش بیستیم، کمکش کنیم در این مبارزه. نه بخواییم به قول معروف سربارش هم بشین، خدای بده میگه دادم، میگه نمیفهمی دادم، از خردم بهت دادم. اگر جسم یک انسان رو هم مثلا آن گرامی آزمایش کنی، تمام موادی که در تمامی این کهکشان هست در جسم انسان هست. راستی هر چه که میبینی در تمامی این کهکشان
تکراره. تمام این کهکشان و هستی راستی به گونه یک سلوله، هر گوشش تأثیر بر گوشه دیگه داره و تکرار بافتا و شکلها و روابط هست. هم بتنان گرامی میگه دادم خدایا برای من مبارزه کن، میگه خاک بر سرت ملت ایران، راستی خاک بر سرت، مبارزت خودت باید بکنی، خیرت دادم بهت، برات رضا شاه بزرگ رو فرستادم. مثلا اون کشیش، اون نفری بود که خواب دیده بود، خدا بهش گفته بود که من تو رو حفاظت میکنم، بعد یه روز تو کشتی بود، گفت نگران نباش من حفاظتت میکنم. یه روز تو کشتی بود، کشتی داشت میرفت پایین، ناخدا اومد گفت آقا کشتی داره میره پایین، اعلام کردن توی کشتی این از اتاقش بیرون نیومد، آدم فرستادن گفتن آقا کشتی داره میاد بیرون، داره میره پایین، بیا بیرون. گفت نه منو خدا حفظ میکنه. دیگه به آخرش رسید، ناخدا معاونش رو فرستاد گفت آقا بیا بیرون کشتی داره میره پایین. گفت نه منو خدا حفظ میکنه. در آخرین مرحله خود ناخدا اومد آقا بیا بیرون کشتی داره میره پایین، منم دارم میرم بیرون. گفت برو دنبال کارت، خدا به من گفته من حفظت میکنم، و رفت و به جهنم رفت و رفت یقه آفریدگار رو گرفت. گفت آقا تو مگه نگفتی که من تو رو حفظ میکنم بخواد؟ گفت مگه من از بلنگو اعلام نکردم؟ من مگه معاون ناخدا رو نفرستادم؟ مگه خود ناخدا رو نفرستادم؟ گفتم آقا بیا بیرون کشتی داره میره، حالا بشین هی گریه کن، بشین نمیدونم زاری کن، بخوا خدا برات کار رو انجام بده. آقا من رضا شاه بزرگ رو فرستادم، من شاهنشاه آریامهر رو فرستادم، گفتن مبارزه کنید، زندگی کنید، سربلند باشید، آرامش بگیرید، آسایش داشته باشید، سپاه فرهنگ، سپاه دانش، اصلاح قانون انتخابات، نمیدونم زنگ کردن کارگران در نمیدونم سود کارخانه. همتن رو گرامی چه شد؟ خمینی اومد گفت من پول نفت میدم. نباید خواهش رو از یزدان و اندازه بیرون کرد، باید که گام به گام بر طبق خردی که داریم. من مثلا نگران می آفریدگار جهان خردش رو داد، جسمش رو داد، موادش رو داد، هر چه که در این کهکشان هست در من هم و شما هم هست، حتی ما رو کرد جانشین خودش. باز هنوز بگیم که تو بکن برمون، نه آقا، راستی میگه خاک بستر ملت ایران. من این مطلب رو واقع توهینی نمیدونم، خاک بستر ملت ایران هست. هم به تمام گرامی اگر خاک بر سر یک ملت نبود، مگر شاهنشاهی ساسانی رو با خلافت عمر عوض میکرد؟ مگر رستم فرخزادش رو با علی عوض میکرد؟ که به قول خود این مسلمونا شب بکشه می برد تو اتاقش تا صبح، که 700 نفر رو یه جا سر می زد. پادشاهان ساسانی عادل نبودن، علی عادل بود، محمد و علی عادل بودن. بشینه محمد تماشا کنه علی 700 نفر رو سر داد. یک ملت رو تکه و پاره کنن، قارت کنن در زمینش رو، خاک بر سر ملت ایران شده. هموطنان گرامی موجوده. اگر خاک بر سر یک ملت نبود که زمانی که رضا شاه بزرگ رو بیگانه برد، نمی اومدن بگن که هر که با آل علی در افتاد بر افتاد.